دانشجویان پس از ماها سپری کردن دوره انزوای خانگی با چهره های شاد و خندان و لباس های رسمی و غیر رسمی دوباره به محیط دانشجوییشان برگشتند. پواندی که خویلی چه ماسک استفاده که لکسنگ چه موک پس هر که رازو دلتا دا په هندي محصول مکتوای چې ماسک استفاده کوي بغیر له ماسک موږ اجازه نه لرو چې په هندي ته داخل شو. کله چې شاګردان په هندي ته د نن سي سمف ته داخل شونه بیا ماسک نه استفاده کوي. در دوره قرنطین دانشگاه های کشور برنامه های آموزش از رای دور را راه اندازی کرده بود، اما به گفته دانشجویان نه تنها یک شماره محدود دانشجویان به علت دسترسی نداشتن به اینترنت از برنامه به دور مانده بودند، بل یک شماره استادان نیز نتوانستند این برنامه را کامل و درست عملی بسازند. ما شاگردان حاضر میشن درس میخوانند و تغییراتی که در صرف ما آمده ای که نسبت به سمستر قبلی استرات درس ها زیاد شده، بخاطر که وقت ما کم است و ما 8 هفته وقت دادن و ما سابق بود که 4.5 یک سمستر میخواندیم، اما حالا بخاطر زی که 8 هفته میخوانیم استرات درس ما زیاد شده، وقتش زیاد شده، فشار درسی زیاد است. اما اکنون ظاهرا دیده می شود که بیشتر دانشجویان با رعایت تدابیر بهداشتی در صنف‌های درسی حضور دارند و دانشجویان نیز مکلف هستند که برنامه‌های درسیشان را به گونه سمسترهای تجدیدی به پیش ببرند. امروز مد نظر بگیریم در صنفی که من قبلا درس داشتم، از 54 نفر 51 نفر حاضر بود، یعنی به این معنا که یک فیصدی بسیار بزرگ است و 3 نفر معمول است. اکثرا که روزهای عادی هم می بود 1 نفر 2 نفر غیر حاضر می بودن، اشتراک میکنن با وقت معینش اشتراک میکنن و درست به شکل عادیش پیش میرن. دانشگاه کابل بیش از 22,000 دانشجو دارد که این دانشجویان در بیش از 16 دانشکده در این دانشگاه درس می خوانند. تقریبا در دو روز گذشته ما در حدود 4000 تا 5000 از 4500 تا 5000 ماسک توزیع کردیم. موارد بهداشتی در لیلیه ها، در سنوف، فاصله های اجتماعی، همه این موارد در نظر گرفته شده. کوشش ما می است که آسیب پذیری ها کمتر باشه. پس از نزدیک به 5 ماه انزوای برخواسته از گسترش ویروس کرونا در کشور، درس‌های حضوری دانشگاه ها به روز 15 ماه اسد از سر گرفته شد.